سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو هم چه کوکتل تی اومدیم با یه رب حواشی دیگه می‌خوایم بررسی کنیم هواشی چند روز گذشته رو تا 14 خرداد ماه 1403 برو بریم که ما همین رب حواشی رو داشته باشیم قبل از اینکه به هواشی بپردازیم به یه اتفاق عجیب غریب افتاده خیلی از چنل‌های یوتیوب فارسی پاک شده و اونم داستانش این بوده که یه چنلی که به اتنس مشترک اینا بس بوده کانتنت غیر مجاز داشته تولید میکرده که کپی از یه کانتنت دیگه خارجی بوده و اون دوستمون استراک زده و وقتی یکی از این چنل ها پاک بشه همه چنل ها پاک میشه نکته اول که به شرکت درستی که واقعاً MCN هست بدین کانالاتون من خودم 5 سال به شرکت وصلم یه اتفاق کوچولی تا حالا نیفتاده ولی خب این چند و این باره که این اتفاقا رو داریم میبینیم اما دو تا از این دوستا بچهایی بودن که حالا همکارای ما هستن یه سری داستانا با هم داشتیم اونا به کنار اصلا قشنگ نیست که بچا بخون چالشون پاک بشه به هر حال زحمتی کشیدن سالها و اینکه تو این وضعیت ایران میخواد کسی از نونخوری بیفته ولو اینکه حالا با هم درگیری داشته باشیم هر چیزی درگیری و نقدام هر چیزی هست واسه اینکه به چیز مثبت و درستی برسه و کلکل -کل و دوئلم رو در رو درست در شرایط درستش باحاله نه اینکه حالا یه اتفاقی بیفته قا دشمنم هر چیزی ما خوشحال باشیم خلاصه چنل های جدید فرشاد و نیما توی دیسکریپشن هست اگه حال میکردید باشی کانتنتشون رو میدیدین چون تازه چنلش گرفته شاید تو سرچ واسهتون نیاد ولی به هر هست این چ... اه... یوتیوب هم که میدونید دیگه ساب خیلی پاک میکنه و دوباره بچه ها رو به درآمدزایی برسونید سری اگه دوستشون داشتید که تا معلوم بشه چنلاشون چی میشه خیلی اتفاق عجیبی واسهشون نیفته این از این داستان بریم سر وقت حواشی و البته بک اینجا میزنیم چون اتفاقی بود. اول از همه خب تو هفته گذشته آلبوم پیتزا منتشر شد و سوریشی پاپولوژیست روی این آلبوم ترک خانو منتشر کرد و خیلی اینجوری بودن که اومده ویو ها و اتنشن بگیره تک ترک برای آلبوم خب ویوش هر چندم بیشتر باشه آلبوم اوریج ویوش پایینتر از تک ترک خواهد بود چون ترک ها زیاد شاید همه اینجوری نشه باشن تو تایم بیشتر بعد بررسیشون کنیم اما خب سوریشی پاپولوژیست اولین باری نیست که این کارو میکنه روی آلبوم بچه تخسم اگه اشتباه نکنم بابل کلابو کلاب و منتشر کرد رو هفت حالا اون داستان به و یه شنبه و جمعه و اینا شکل گرفت و همچنین روی فیلم که چش در برابر چشم این داستان ها رو داد و منتشر کرد اما خب خیلی ها میگن که این ترک قرار بود فیت مراتیدن باشه چرا چون یه استوری گذاشته بود سوروشی پاپولیست چند وقت پیش به این شکل بله استوری رو دیدید که نظر سنجی گوشی بود که مهراد باشه یا بهزاد ولی خب من فکر نمی کنم. صرفا شاید واسه این بوده که هایپ بکنه و اونا خوششون بیاد یا نه چون مهراد هم همچنان فالو داره هیپاپولوژیست و فکر نمیکنم چون این آهنگ کنسل شده حالت انتقام اومده این رو بکنه شاید تاریخ پخشی که داشتن گرفته بودن این بوده نمیدونیم به هر حال منتشر کرد گرچه که کاگان هم یه اشاره های رو کرد که هر چی جز این بدی هایپر نیست شاید هم به اون درگیری که حالا شایو و هیپاپولوژیست داشتن برمیگرده نمیدونیم اما این اتفاق افتاد و خب خیلی هم میگفتن دیگه چون اون فیت کنسل شده این اینجوری اومده حالا نمیدونیم این فعلا اطلاعاتیه که توی فضای مجازی هست اما برعکس پوری بعد از اینکه ترک خان منتشر شد مخصوصا آکیو یعنی اول آکیو توی تلگرامش گذاشت به این شکل که میبینید شاتی هست از شات معروفی هست از مسی و رونالدو که زمان جام جهانی پخش شده بود اینو منتشر کرد یکی از اعضای گروه پوری هم این عکس رو با یه متنی که میایم که مات کنیم منتشر کرد که به نظر میاد شاید برنامه‌ای دارن چون کاگان چند وقت پیش گفته بود آقا تا دو هفته صبر اگه میخوای بیای تو چارت که احتمالاً شاید آلبوم حالت پرواز تو این دو هفته بخواد منتشر بشه و شاید برنامه‌ای دارن برای پوریش پوری بخوان روی یه آلبومی از هیپاپولوژیست پیانو دوباره ببرن جلو داستان بیفشون و توی فیز جدیدی این وسط که بودیم یه مطلب داشت یادم میرفت که آرسام که منیجره هیپاپولوژیس هست و پرودوسر آهنگ خان هم بود یک سرحال پیزا یه سر در حال پیتزا خوردن یعنی یه شات در حال پیتزا خوردن از سوریش هیپاپولوژیست و کاگان گذاشت که این هم شاید تیکی داشت به هر حال شایه و هیدن خیلی به خودشون نگرفتن میگم هم فالو داره هیدن هم اتفاقی نیفتاد کلکلی یه اتفاق دیگه که داشتیم این چند وقته پاک شدن آهنگ یه بسیجی کشتم از همه پلتفرما بود که سروش چیکاس هم یک توییت گذاشت راجع این و اینا اطلاع رسانی کرد و خب حالا اونجا داشت نامنگاری هم می‌کرد با آیتونز و بقیه که آقا این چرا پاک شده و این داستانا خوشونند بالا بود تو آهنگ و لفظایی رو میگفت که با ریپورت احتمالا راحت میشد اون اوولد پایین حالا باید ببینیم که آهنگ برمیگرده یا نه یه رکورد خوب از بچهای وانتونز داشتیم و اونم این بود که آهنگ آره موزیک ویدیو آره زیر زیر ساعت 100 زد ویو خوبی بود تو این دورانی ای که الان هم امتحانات و همین داستان یکم ویو ها اومده پایین نت داغون و فلان و این داستان ها تو چارت یوتیوب هم رفت اگه تو کشور سوئد بیستم شدن و خلاصه پروژه هیتو خیلی باحالی بود آهنگ که حرف نداشت نظر شما چی بود یکی از عجیب ترین حرکات تاریخ رپ فارسی رو داشتیم اونم این بود که توهی اومد یه موزیک ویدیو پخش کرد که گفت در حمایت از سطلو حالا اول این موزیک ویدیو وقتی ما پلی می کردیم نوشته بود که جای هنرمند تو زندان نیست و این داستان ها اما جلو که میره افیا آهنگ عشقی بود و یک عروسکی که شبیه تتلو بود نقش یک آدم حولی رو داشت که هر وقت دختره رو میدید فکش وا میشد تو تعجب میموند این چجوری حمایت بود یعنی شما صرفا اومده بودی از فیس تتلو روی یک عروسک یعنی عروسکی که نماد تتلو استفاده کرده بودی که ویو بگیری دیگه. و یعنی این چه حمایتی بود که این یعنی عروسکت نه فقط داشت یادآوری میکرد که تتلو زمانی که زندان نبود چیکار میکرد که دختربازی و نیو فیس و این داستان ها نمیدم شاید به فکر فناش بوده که این دلتون تنگ نشه ما یه عروسک داریم میاد کارهای تتلیو که حالا میکرد و ما اینجا میکنیم حالا احتمالا دو روز دیگه هم میاد پا میشه عروسکه رو میاره داره به همه فوش میده بابا چیکار داریم کنی خود تتلیو و تیمش هر چیزی داشتن که اینجوری بود پاک کردن بعد تو اومدی همچین ویدیویی میسازی که یادآور همچین چیزایه طرف تو دادگاه و فلان و اینا جوری این حمایت بود نمیفهمم البته که این فقط نظر من نیست و خیلی توی فضای مجازی داره میچرخه که دادش چیکار کردی یعنی دیس بود یا چی تیم خود تتلو و خیلی از فناش هم دارن میگن تتلو بیاد بیرون فرشکشت میکنه چیکار کردی اصلا خیلی عجیب بود خواست اسم حمایت روش بود ولی نبود دیگه یعنی چیزی که ما دیدیم حمایتی نبود ویو معمولا توی رب حواشی ما از درگیری و زد و خورد و این داستان ها صحبت میکنم اما یه اتفاق خیلی جالبی که داره توی رپ فارسی میفته میبینیم که اتحادها داره زیاد میشه از اون کنسرتی که ارفان رفت و بچه های وانتونز و سرطان و اونجا دید و همو فالو کردن و اینها تا اینکه کنسرت جدید وانتونز هم جیدال بود هم عرفان هی با هم پارتی میکردن رو میذاشتن اشغال اینا خیلی باحال بود خیلی باحال بود هم از اون ور خب بعد از اینکه جیدال از پایدار جدا شد گفتم آقا دوستانه جدا شدیم رفیقم خب اینو خیلی ها میگن وقتی جدا میشن اما در میبینیم که این واقعا هست با هم پارتی میکنن میرن میان و اینها و چقدر خوب این اتحاد درسته که باید باشه درگیری و اینها رقابت ولی این داستان رفاقت و دوستی و اتحاد خیلی باحاله رپ فارسی مدت خیلی زیادی بود اینجوری بود که تک همه با هم من همه بد اون یکی دوباره نه دیگه اتحاد باحاله میدونی در کنار هم و دمشون گرم دمشون یه داستانی داشتیم که خیلی وایرال شده بود توی اینترنت به هر حال مسابقه جدید دورچی بود که با اسم نداره بود و اونجا ما یه سری حرکات خب عجیب غریب میدیدیم اول از همه که حالا یه نقدی که من از بچه ها دارم اینه که وقتی رفیق خودتون میاد همونجور که یکی یه کسی که حضور نداره نقدش میکنید بعد نقدش کنید همونطور که چیزای درست رو میخواید به بقیه یاد بدید و اونم بعد یاد بدید و وقتی اون نشسته نمیتونید این حرفا رو بزنید این عجیبه میگیری چی میگم تو اون برنامه ما داشتیم میدیدین که راجع به پولهای کنسرت داشتن صحبت میکردن و دورچی گفت که آقا 40 50 تومن بوده دست منم نبوده به منم رابط... به من پولی نرسیده که ما بخوایم چیز کنیم ولی برمیگرده درستش میکنیم اولا که زمانی که یک آرتیست و یک کسی که معروفه و یک اعتباری داره چیزی رو پروموت میکنه پروداکتی یا میفروشه روی اعتبار خودش مردم پول میدن هر اتفاقی چه متقربه چه نامتقربه حالا نمیدونم درست گفتم یا نه میفته مسئولیتش با اون شخصی که پروموت کرده و مردم به خاطر اون وارد شدن و همیشه حق با مشتریه شما اگه قول چیزی رو میدی باید اونو بدی و اگه نمیتونی اونو بدی باید خسارت رو بدی هر چند برنامه گذار به پیچه بره آرتیست بعد اون پولو بده هرچند شما اومدی آلبوم فروختی 20 بار فرستادی نرسیده پست گم کرده بارون اومده سیل شده شما موظفی که عجیبه دوباره اون آلبوم رو درست کنی پکشو و بدی چون مردم پول دادن و اگه نمیتونی بعد پول برگردونی به کسی هم رابطی نره شما ضرر دادی اگر نمیتونی اون مسئله رو ببری جلو انجام نده چون مردم به اعتبار تو دارن پول میدن یه نکته دیگه هم که هست بالای 3 4 میلیون تومان بود اگه اشتباه نکنم بلیت های این کنسرت چه حالا به عنوان کنسرت پروموت شد خود دورچی اونجا گفت نیست و دورچی داره میگه 40 50 تومنه یعنی 10 نفر خریدن میدونی شما زمانی که نمیای اینو ببری درست جلو و شروع میکنی یه چیزای عجیب غریب گفتن از توش یه چیزای عجیب غریب تری در میاد یعنی شما احتمال این ذهن میره اینجا وقتی این حرفو میزنی یعنی فقط ده نفر خریدن شما دیدین ده نفر خریده زایس کنسل کردید فقط ده نفر کنسرت دورچیو خریده بودن ببین نمیشه رو راست درست آقا پولی که به هر شکلی اومده زرر هم کردی باید بدی چون وقتی نمیتونی صد بذاری نکن عزیز من نه فقط دورچی خیلی های دیگه این کارا رو کردن تتلو کرده بود خیلی های دیگه آلبوما نرفته نکنید آقا نکنید کاری که نمیتونید صد درصد انجام بدید نکنید مردم نباید ضرر بدن به مردم ربطی نداره غیر قانونیه نمیتونی بذاری پولو نمیتونی برگردونی نکن مردم نباید ضرر بدن میرسیم سر وقت سپر که دوباره دو تا استوری گذاشت اولی یا استوری اینجوری گذاشت گفت آخرم من نزدم کار ما زد این فرشا چهار پدر و بعدم گفت آقا اون گربه نره رو آدرسش رو بدید و این داستان ها که بخواد بره بالا سرش سپر خلسه به نظرم زیادی داره به این مسئله میپردازه اگر حرف یکی مهم نیست خب مهم نیست چیکار از اون ورهای توهین پدری فلان اینا دفعه قبلم میدونی اینا باحال نیست اگه حرفش مهم نیست خب مهم نیست اک نکنه شما با این کارت بیشتر توجه داری میدی چون هیترهای خود شما میرن ببینن که ایشون کیه و اگر یکی هر چه بهش توهین میشه دوباره این کار رو ادامه میده لابد یه سودی واسش داره پس سری تو زمین اوشون بازی میکنی و سپر خلسه نمیدونم یه کوچولو خیلی اگه خود سپهر رو بشناسید حالا باش صحبت کنید پشت تلفن خیلی آدم منطقی حرفه‌ای ولی یه سری حرکات عجیب غریبی بعضی تو, تو داره استوریا اینا میزنه که خدا رو شکر از چهار سال پیش کمتر شده ولی اینا فکر کنم رو کریرش خیلی تاثیر منفی داشته از یه بری هم خلصه جان اگه خب یه کسی نقد میکنه یا یه توهینی میکنه اگر آسیبی به کریرت نمیزنه که خب نزده حالا داره حرفشون میزنه نظرشون. اگر آسیبی هم میزنه که فکر میکنی درسته که خب درستش کن میدونی خیلی دیگه اینکه بخوای به هر, هر چی میگه چیز کنی و نظرم برای کریر یا خیلی جالب نیست خلاصه این بود از این داستان رو بهتون گفتیم الان یکی میاد میگه از اونها تبلیغ کردی از این میاد اینو میگید نقد همه جا هست نقد وقتی انجام میشه واسه درست شدنه از روی دشمنی نیست دشمنی شخصی هم باشه ما دوست داریم کسی بمیره نونش آجور بشه نه کلکلی هم باشه کلکل بین خودمونه و اگه دوئلی باشه دوئل رو در رو درست نه اینکه یکی تو پاروش از قدیم که تو من دیده باشید هر کسی که خیلی توی کنجرین قرار میگرفت و تو ضعف من همیشه از اون دفاع کردم و همیشه سعی کردم کمک کنم واسه اینکه در افتادن با کسی که همه چی شاید دست داده یا خندیدن به کسی که همه چی شاید دست داده نمیدونم چرا بعد اصلا خوشحال شیم از بدبختی یکی از اینکه نون یکی آجر شده از اینکه محمد درآمد یکی اینا اصلا خوشحالی نداره و اتفاقات بدی این اتفاق هرچند برای خودم بیفته اون حسو اگه من داشته باشم درک میکنم یکی دیگه چه جوری میتونه حس داشته باشه اونم توی سن و سال بچه‌ای که واسه خودشون به یه بیزینسی رو درست کردن و این بیزینس اگه به جایی نرسه زندگی سخت میشه میگم هر چیزی هم باشه بحثش ما با این چیزا فرق داره دنیا بزرگتر از این حرفاست خلاصه لینک بچه‌ها توی دیسکریپشن هست ماتریس هم هنوز توی بچه که میشناسم کانال نزده به ماتریس هم بزنه من رو میذارم که از این نیفته شرکتتون رو با دقت انتخاب بکنید شرکت انتخاب بکنید که فقط ادسنس اشتراکی نیست با شرکت های بزرگ MCN اونور قرارداد داره و یه جورایی نمایندگی اوناست و MCN او اونا رو هم وصل میکنه بهتون. مثل خود من که پنج سال دارم کار میکنم حالا بچه ها هر کدوم نیاز داشتن چون تبلیغات نیست نمیخوام از بذارم میگن تبلیغات این هر کی نیازش می‌تونه من دایرکت بده من به شما عرفی میکنم تو این پنج سالش اتفاق بسه ما نیفتاده چنلمون خیلی درست و رو راست و رو به جلو خلاصه این بود از این به امید روزی که ایران درست بشه سی و سون